پدر روح الله زم از فرانسه، عراق و استرالیا خواست در مورد نقش خود یا میزان تقصیر پذیری در انتقال فرزندش به ایران توضیح دن. مسعود ملک و جزئیات بیشتر. یک مامور سابق وزارت اطلاعات ایران اخیرا مدعی شد فرانسه روح الله زم را با یک افسر امنیتی فرانسوی که در جریان درگیری ها با داعش توسط نیروهای مرتبط با ایران اسیر شده بود مبادله کرده است. اکبر خوشکوشک پیشتر در گفتگو با وبسایت رویداد 24 ادعا کرده بود سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و فرانسه در جریان سفر زن به عراق همکاری کردند تا ایران بتواند او را به داخل خاک خود بکشاند محمد علی زم پدر روح الله زم در متنی که در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده اکبر خوشکوشک را یک عنصر سوخته امنیتی معرفی کرده که به گفته او در پی قصه سرایی دروغین برای فریب افکار عمومی و شریک تراشی برای تخفیف این اعمال مجرمانه است آقای زن با این حال از دولت های فرانسه، اراق و استرالیا خواسته نسبت به آنچه عوارض حولناک عاطفی انسانی به جامانده از قتل پسرش خواند احساس مسئولیت داشته و موضع رسمی خود در میزان تقصیرپذیری و یا مردود دانستن مشارکت در این فاجعه غیر انسانی را اعلام کنند. محمد علی زم در متن پست اینستاگرامی خود اعدام پسرش را اقدامی غیرقانونی توصیف کرده است. سپاه پاسداران در مهرماه سال گذشته با اعلام بازداشت روح الله زم مدعی شد او را با استفاده از عملیات پیچیده و فریب اطلاعاتی به داخل کشور هدایت و بازداشت کرده است بعدا اما مشخص شد روح الله زم در سفر به عراق بازداشت و به ماموران امنیتی جمهوری اسلامی تحویل داده شده است روح الله زم روزنامه نگار و مدیر شبکه تلگرامی آمد نیوز و مقیم فرانسه بود او سال گذشته در حالی که 47 سال داشت با حکم دادگاه انقلاب و به اتهام فساد فلعرز به دار آویخته شد. گزارشگران بدون مرز در گزارش سال 2021 خود ایران را به لحاظ سرکوب آزادی های رسانه و خبرنگاران در رتبه 174 قرار داد و با اشاره به پرونده روح الله زم اعلام کرد از لحاظ اعدام خبرنگاران در 50 سال گذشته ایران کماکان در رده نخست جهانی قرار دارد.